که مبحثی که الان وجود داره این که ما با دو تا بحران جهانی همزمان روبرو شدیم، یکی بحران کرونا، یکی بحران تغییرات اقلیمی، که تأثیری که هزینه درمان و بهداشت داره بر مواجهه میذاره با تغییرات اقلیمی تو جهان الان درگیرش شده. من میخواستم اگه بشه اینو یه واکاوی با شما داشته باشم که این چشکی باید مدیریت بشه، مخصوصا تو کشور ما چقدر تاثیر داشته و حالا چقدر جهان رو درگیر کرده این دوتا مواجهه. خب در واقع آمارهایی که ما در طول دو سال 2020 و 2021 به سازمان ملل منتشر کرده تاکید بر این میکنه که میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای بعد از شیوع کرونا به طرز مخصوصی کاهش پیدا کرده و ما سال گذشته یعنی سال 2021 بعد از یه سری زمانی نسبتاً طولانی شاهد این بودیم که به عنوان گرم‌ترین سال جهان شناخته نشد، با اینکه روند تغییرات اقلیمی ادامه داره، بیشتر به این دلیل که تردد چه با هواپیما چه با خودروها به طرز مخصوصی کاهش پیدا کرد. خب این سبب شد تا میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای به خصوص CO2 کاهش پیدا بکنه و این سبب شد که ما از منظر اکولوژیکال فوتپرینت یا ردپای اکولوژیکی شاهد این باشیم که برای اولین بار در طول دو دهه اخیر ما در سال 2020 ردپای اکولوژیکی کل شهروندان کره زمین به سال 2008 برگشت، یعنی 12 سال وضعیت بهتر شد و خب اینا همه نشون‌دهنده اینه که کرونا تونست یک مقداری خطر ناپایداری و فروپاشی یا کلاپس رو کاهش بده. حتی در مارس سال 2020 میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای رسید به مارس سال 1990، یعنی حتی بیشتر از اون چیزی که دولت‌های جهان در اجلاس کیوتو پیش‌بینی کرده بودن و متعهد شده بودن. اما خب یه اتفاق جالب دیگه هم افتاد، اینم این بود که کاهش ترددها و رعایت فاصله گذاری اجتماعی، عدم استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی به دلیل رعایت فاصله گذاری های فیزیکی سبب شد تا در بسیاری از شهرهای اروپایی، آسیای جنوب شرقی به خصوص، ما شاهد توسعه مسیرهای ایمن دوچرخه سواری باشیم. دوچرخه به عنوان یه مد حمل و نقل سالم در شرایط پاندمی کرونا مطرح شد که هم میتونه سبب بهبود حاصل خیزی خاک بشه و هم این که میتونه باعث در واقع کاهش آلودگی هوا بشه و هم میتونه سبب کاهش ترافیک و بهبود تاب‌آوری شخصی بشه، چون سلامت رو ارتقا میده و اینا همه کمک کرد که ما به طرز بی‌سابقه‌ای در این دو سال اخیر شاهد افزایش محسوس مسیرهای ایمن برای دوچرخه سواری و پیاده رو و ترویج سفر با دوچرخه در کلان شهرهای اروپایی باشیم. خب این اتفاقی بود که اگر کرونا رخ نمیداد بعید بود که همچین روند پرشتابی باشه. اینها مزیت‌های کرونا بود که در کل سبب شد تا میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای کم بشه، اما خب کرونا سبب شد تا میزان استفاده از محصولات پلاستیکی، ماسک، زباله ها افزایش پیدا بکنه. کرونا سبب شد میزان استفاده از مواد شیمیایی به عنوان مواد ضد عفونی کننده افزایش پیدا بکنه و اینها همه وارد منابع آب سطحی و زیرزمینی شد و خب خسارت های جدی به بار آورد. خیلی از سازمان های پسمان در واقع فرایند تفکیک زباله رو قطع کردن به دلیل آلودگی های ناشی از کرونا و این مواد آلاینده و این زباله ها یک جا در واقع دفن شدن و اینها ثروت هایی بودن که ما میتونستیم اونها بازیافت کنیم، استفاده بکنیم و استفاده نشد. از همه مهمتر این که چند میلیون نفر از شهروندان کره زمین متاسفانه جان خودشون رو در حالی کرونا از دست دادن که این یکی از بزرگترین ضایعات و غیر قابل جبران ترین ضایعات بود.
خب با سوء واکسیناسیون و حالا تا یه حدی ایمن شدن جهان در برابر کرونا، دوباره همون فضای قبلی دو سال پیش برگشته و الان به نظر میخوام ببینم که به نظر شما الان چه کار میشه کرد؟ کاری که در واقع باید بکنیم همون مصوباتی که تو اجلاس گلاسگو تقریبا 190 کشور جهان بهش تن دادن، یعنی ما باید به سرعت تا دهه 2030 یعنی تا 8 سال آینده بریم به سمت کاهش محسوس واحدهای تولید کننده سیمان. سیمان به عنوان سومین کشور در واقع تولید کننده CO2 محسوب میشه، یعنی اگر سیمان رو یک صنعت سیمان رو یک کشور محسوب بکنید، بعد از چین و آمریکا 8% کل CO2 جهان رو داره تولید میکنه و کشورهای جهان متحد شدن که تا سال 2030 80% و در سال 2040 100% در واقع صنایع سیمان تعطیل بشه و برن به سمت معرفی مواد جایگزین برای مسئله ساختمانی. همچنین در واقع تمام صنایع خودروسازی وابسته به سوخت فسیلی تا سال 2040 باید تعطیل بشن و همچنین تمام هواپیماهایی که با سوخت فسیلی در واقع پرواز میکنن تا سال 2050 باید متوقف بشن. اگر کشوری تن نده به همچین تغییراتی، با چنان مالیات‌های سنگینی روبرو میشه که کسی در واقع نمیتونه محصولاتی را از اون کشور بخره، مثلا محصولات پتروشیمی، خودرو که با سوخت فسیلی تهیه میشه، و بنابراین چاره ای نداریم جز این که به این سمت حرکت بکنیم. الان اتفاقی که در دولت آقای ابراهیم رئیسی افتاده و الان عزم میشد جذب کرده که در طول 4 ساله خودش 10,000 مگاوات برق از طریق انرژی خورشیدی فراهم بکنه و شیفت کرده روی انرژی خورشیدی، خب یه اقدام بسیار مثبتیه تو این حوزه و نشون دهنده اینه که بحث اجلاس گلاسگو دولت جدی گرفته. در این حال ما میتونیم با کمک استثال انرژی خورشیدی که توش مزیت خیلی بالایی داریم، شهروندان رو از خطر مصرف مازوت، آلودگی های شدید هوا هم مصون داریم و بریم به تدریج به سمت اینکه ایران به عنوان بزرگترین تولید کننده انرژی در منطقه مصرف بشه، چون بالاترین مزیت رو در کل کره زمین از نظر دریافت انرژی خورشیدی در هر متر مربع خاکش ایران داره به همراه استرالیا و عربستان سعودی، اون دوتا هم از ایران بیشتر نیستن، مثل ایران هستن. و ما اگر روی این مسئله تمرکز بکنیم هم میتونیم تعهدات خودمون رو در جامعه بین‌المللی انجام برسیم، حرف برای گفتن داشته باشیم، دیگه جز 7 کشور اول انتشار دهنده گازهای گلخانه‌ای ازمون یاد نکنن، هم میتونیم تولید ناخالص داخلیمون رو افزایش بدیم، همیتون روابطمون رو با عراق و افغانستان که به شدت به برق ما نیاز دارن بهبود ببخشیم و در عوض در واقع حقابه بگیریم از اونها، هم مشکلات هورالعظیم رو حل بکنیم، هم مشکلات هامون رو با افغانستان حل بکنیم.